به نام خدا و سلام بر شما در این فراخبر. پشتیبانی اعضای بریکس از افغانستان مستقل و صلح‌آمیز. سران کشورهای گروه بریکس در بیانیه مشترک خواستار حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان و احترام امارت اسلامی به حقوق مردم به ویژه زنان و کودکان شدند. آنها بر حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز و مستقل و همچنین مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تاکید کردند. این خواست‌ها ریشه در چی دارد و آیا کشورهای عضو بریکس واقعاً طرفدار صلح و ثبات در افغانستان هستند؟ اینجا در فراخبر. من شمس امانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان عبدالواحد طاقت آگاه مسائل سیاسی و نظامی اینجا در استودیو و آقای سید بلال فاطمی آگاه روابط بین الملل با ما همراه هستند. خوش آمدین مهمانان. و بس آقای طاقت، اگر با شما آغاز بکنیم، آیا فکر میکنین واقعا کشورهای عضو بریکس افغانستان مستقل، متحد و صلح‌آمیز را به نفع خودشان میدانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام بینندگان تلویزیون وزین طلوع نیوز و مهمان گرامیتان از خارج. این بربوط است به خود ما، به کشور افغانستان، که ما چطور چه قسم میتانیم استراتژی خود را، استراتژی اقتصادی، استراتژی امنیتی، استراتژی سیاسی و مردمی خود را طور عیار بسازیم که مورد توجه کشورهای بریکس و کشورهای سازمان همکاری های شانگهای و دیگر سازمان هایی که در اطراف و اکناف ما وجود داره، ما دوا قرار جای داشته باشیم. دی بریکس کمیسی دریز ده، هغه دریز د موږ دپاره بالکل قابل د قبول ده او ډیر زیاته مننه ورنه کوو چې دوی د افغانستان په هکله ډیر مثبت فیصله کړې ده او مثبت دریز نیولی. په افغانستان کې سوله غوښتلی، امن غوښتلی، ثبات غوښتلی، او د افغانستان سوله او امن او ثبات یې د سیمې او منطقې د ثبات ضامن بللی. او د بلې خوا نه یې د افغانستان سره د نورو د راتلونکو همکاریو ژمنه کړې ده. تاسو به لیدلی چې پوتین یو طرح جوړه کړې ده، لوټ، یو لوټ دا به د ټول بریکس یو واحد پولي واحد پولي به وي، او دی به په محور کې، په منځ کې، په زړه کې د افغانستان د امارت نوم ده او د افغانستان بیرغ ده، او دې کې د نورو هیوادونو بیرغونه هم دي. او د دې نه دا امید ده چې موږ به په اقتصادي لحاظ دا بریکس به په راتلونکي کې اقتصادي منصوبې داسې تنظیم کړي چې په هغه کې به د ټولو هیوادونو ګټې وي، په هغه کې به د افغانستان ګټه وي. افغانستان به ډېر کوشش وکړي چې د بریکس د سازمان، د بریکس د غونډو یو عضو سی او هغه د نه مثبت ګټه واخلي او مثبت استفاده ترې وکړي. بسیار تشکر، سپاسگزار. شما اجازه بدین از آقای فاطمی هم بپرسم. آقای فاطمی، حتما شما بیانیه مشترکی که از سوی کشورهای عضو گروه بریکس منتشر شد را خواندین. در مورد افغانستان خوب گفتن ما از افغانستان مستقل، متحد و صلح‌آمیز، عاری از جنگ، خشونت، مواد مخدر، هراس افغانی حمایت میکنیم. او طرف از مقام ها در کابل خواست که به حقوق مردم افغانستان، به ویژه حقوق زنان و کودکان توجه جدی بکنه. شما چطور یافتین این اعلامیه را و نگاه کشورهای عضو بریکس را نسبت به افغانستان امروزی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما آقای امانی، مهمان در برنامه و بینندگان برنامه وزین شما. ممنون شما. در کل این نشست نهایتا مثبت بود، نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و برای جهان. این سازمانی است اگه ای با پای خود استاد شوه و واقعا به مرامی که ساخته شده عمل پیرا شوه، شما میبینین که پایه های اقتصادی اروپا و امریکا را برهم میزنه. شما میبینین که طاقت قدرت های بزرگی که استعمار و استبداد در طول 30 سال گذشته بر تمام جوانب جهان حاکم گردشتن، ای و شکسته میشه. فلحظه ای سازمان یک سازمان است که چشم امید
امید کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته جهان به این وابسته شده و بیشترین نفوس جهان در این سازمان اشتراک داره و اقتصادهای روبرشت جهان در اینجا اشتراک داره. اعلامی از اینا در 133 ماده بود که تمام مسائل بین‌المللی جهانی و همه گیره احتوا کرده. در اونجا در حدود 5-6 ماده از اون مختص به جریانات منطقه در افغانستان بوده که به نظر ما امی فیصله های از اینا بسیار مسالمت آمیز خوب و پیشنهادات بسیار خوب داشت. بله، ولی خب همونطوری که به اشاره شد آقای فاطمی، امی کشورهای عضو بریکس براستی فکر میکنید به دنبال صلح و ثبات در افغانستان هستن یا ای بیانیه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره؟ نه، این منطقه واقعا خواهان صلح و امنیت است، چرا که در صلح و امنیت منطقه امی بریکس بدون افغانستان نتونست مثل که قلب در وجود انسان وجود نداشته باشه. بله. وجود بدون قلب زنده نیست. اگه شما بریکس ببینین با می پهناوری که فعلا داره وسط گرفته میره به 20 تا 25 کشور جهان دی عضویت میگیره، تمام مراوده های از اینا چی با شرق الاوسط یا خاورمیانه، چی با کشورهای آسیای میانه، بله، چی با ترکیه و کاسپین و چی با اروپا، این همی افغانستان است. یعنی افغانستان شارک بریکس است بدون از همی خاطر نوت را که اینا از همون نوت سطح بریکس جور کردن در موسط اسم افغانستان است، نوشته است امارت اسلامی افغانستان. اما یک چیز جالب دیگه بود که در بیرق ها باز بیرق ملی افغانستان را گرفته بودن، نام از امارت اسلامی را گرفتن، بیرق ملی را گرفتن. امور نوت اگه شما متوجه شوید بله، بسیار جالب است. در مرکزیت امارت اسلامی است، در بیرق ها بیرق ملی افغانستان بیرق سه رنگ است و به نظر من یک اشاره بسیار خوب به امارت اسلامی هم است که بنانات و در نهایت این بانکنوت نهایی نیست، به شکل نمادین و حال چاپ شد و منتشر هم شد. اجازه بدین وقفه بگیریم، دوباره برمیگردیم. وقفه. به ادامه محور خوش آمدین. آقای طاقت، خواستایی که در نشست های منطقه‌ای مثلا در سازمان بریکس مطرح شد، شما فکر میکنین چقدر در کابل خریدار داره و کابل چقدر فکر میکنین به او مسائلی که اونها میگه وقعی میگذاره؟ مثلا وقتی تاکید بر این میکنه که شما باید به حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و کودکان احترام بکنین. باندازه که بریکس برای افغانستان احتیاج داره، آنقدر زیادتر ده چندش صد چند افغانستان به بریکس احتیاج داره، به سازمان همکاری های بریکس، به خاطر که ما رای تجارتی ما باز میشه با جهان، با کشورهای بزرگ جهان تا امریکای لاتین، حتی تجارت های ما میرسه. ما از چارچوب کوچک اقتصادی و تجارتی و امنیتی و سیاسی میبرایم. بله. و در این سازمان، در سازمان بریکس، یک سازمان دیگه قویتر شاید به اندازه بریکس نباشه، ولی چون زیاد کار کرده، وقت زیاد تیر کرده، آل برای ما بسیار قوی معلوم میشه، سازمان همکاری های شانگهای. بله. بارها ما تلاش کردیم، کوشش کردیم، به نظام های افغانی پیشنهادات دادیم که شما سعی کنین که عضو دائمی سازمان همکاری های شانگهای باشه، نه عضو ناظر. ولی افغانستان ناظر است، ولی پاکستان عضو دائمی است، ایران عضو است، هندوستان عضو است. از واقعه باید ما اولتر ما باید عضو سازمان همکاری های شانگهای می بودیم. دوجه سنگه هست، یک سازمان دیگه، در دلیز و دفاع سازمان، یعنی سازمان دفاع جمعی. ما ضرورت داریم به دفاع و او سازمان. آلی ناتو در شکست است، با روی کار آمدن بریکس و شانگهای و دیگر سازمان هایی که ما نام بردم، پلایت ناتو بسیار سبک شده. اینجا جهان آلی یک قطبی نیست، جهان چند قطبی است و بلا و در چیز قدم اول دو قطبی که یک قطب شما اگر
سازمان همکاری های شانگهای حساب کنیم، دومش ناتو، یک قطبش سازمان همکاری های بریکس حساب کنیم، دیگهش ناتو. این میتور تقابل، تقابل اقتصادی، تجارتی، نظامی، سیاسی در و در یک چنین وضعیتی که خب این تقابل وجود داره، شما فکر میکنید باید افغانستان یک طرف از اینها تکیه بکنه یا باید حفظ بکنه توازن را؟ افغانستان چی باید بکنه؟ ما باید در دوستی با پاکستان هندوستان را از دست نتیم. بله. در دوستی با هندوستان پاکستان را و میتور ایران و ترکیه و ترکیه و کشورهای دیگه. با می رقم ما باید در دوستی با سازمان همکاری های شانگهای باید ناتو را از دست نتیم. با ناتو علایده مراوده داشته باشیم و با سازمان هم سازمان همکاری های شانگهای علایده. خب این تعادل را باید تعادل را باید حفظ کنیم. ما باید بین اینمی دو نیروها و نیروهای دیگه اگر به وجود میه، ما باید تعادل را حفظ کنیم. با یکی که همکاری ها داریم با دیگهش دشمنی نکنیم. بله. خب اینال بحثی از شما میدانید نشستی که در پاکستان چند روز پیش نشست سالانه سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد. بله. افغانستان حضور نداشت در سازمان بریکس که در کازان روسیه برگزار میشه، امارات اسلامی حضور نداره، ولی خواست هایی در این نشست ها مطرح میشه که کابل را میگه که باید شما اینها را عملی بکنین. امی خواست ها فکر میکنین چقدر در کابل خریدار داره یا چقدر از سوی کابل برش احترام گذاشته میشه و عملی میشه خواست ها اینا؟ اگر افغانستان به هوش بیه، همه افغانستان فعلی و دست خود دراز کنه به روسیه، بله، و به چین، ما هیچ ضرورتی دیگه نداریم که ما محتاج کشورهای دیگه باشیم. این دو کشور میتونه که افغانستان را یاری برسانه، پشتیبانی کنه و در دوستی خود نگاه دارن. دو کشور، چین و روسیه. بعد باز در پالویش سازمان های شانگهای می، سازمان چیزا می، بریکس می و دیگر هم می. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای فاطمی. کشورها چرا باورشی است که هنوز افغانستان یک مسئله است و به صلح و ثبات نرسیده، در حالی که امارات اسلامی خوب میگه که در افغانستان صلح آمده، ثبات حاکم شده و دیدگاهی که برعکس دیدگاهی است که دیگه کشورها میگن؟ حالا سوال هم این است که حفظ صلح و ثبات در افغانستان وابسته به چی است؟ وابسته به عمل امارت اسلامی است، چون امارت اسلامی عمل کردش به طوری است که دشمن بگذارن حتی دوستم ناراض است، چرا که ای به هیچ کسی گوش نمیگیره، نه به کشورهای غربی، نه به کشورهای منطقه، نه به کشورهای اسلامی، حتی در بدنی خود به اعضای خود گوش نمیگیره و ای باعث سردرگمی در منطقه و در جهان شده، چرا که روابط به اساس مراوده دو جانبه است و تقاضای متقابل باید طورا به غور بگیریم. ما میبینیم که در طول 3 سال گذشته اصلا تقاضاهای بین المللی کشورهای اسلامی و حتی تقاضاهای علمای خود بدنی امارت اسلامی نه تنها که به او گوش داده نمیشه، بلکه نمو بیچاره کسایی که از بدنی امارت اسلامی هم تقاضای یک مسئله را کنن میبینن باز دو روز 3 روز گم میشه، گوشایش تو داده میشه، جزا داده میشه. این چیزی است که باعث نه تنها سردرد برای ملت است، برای منطقه و به جهان هم است. و شما واضح در همی قطعنامه بریکس میبینین که این 5 عمل کرده را که از امارات اسلامی خواسته به نظر من در هیچ کدام یکی از این مداخله نیست. او برای تو میگه که حقوق بشری را مراعات کو، تعلیم و در تربیه را در واضح شد باز کو، حق مثلا متامیزه به مردمت بده که حق کار برشان پیدا شد و مراویدی جور شد، یک سیستم قانون اساسی داشت باشه، باشی نویت نظام داشته. خب نوع نگاه بسا فرق میکنه آقای فاطمی. خب شما وقتی شما اگر از دید غربی ها ببینین در مورد حقوق بشر، باز ایرانی ها هم ناقض حقوق بشر است، ولی در بریکس ایرانی ها هم میگه شما باید حقوق زنان، از امارات اسلام میخواه که شما باید حقوق زنان را برش احترام بگذارین، و در کابل وقتی شما ببینین باز کابل باورش است که ما احترام گذاشتیم، مطابق شریعت حقوق زنان تامین است. ناقض حقوق بشر کسانی هستند که داد میگه از حقوق بشر میزنه، مثلا میگه که حقوق بشر در غزه نقض میشه، در کشورهای دیگری مثل لبنان و اینجاها نقض میشه، ولی هیچ کسی صدایش بلند نمیکنه. ما تایید میکنیم که اونا ناقضین حقوق بشر هستند، در او کدام شکی نیست. ما این تایید میکنیم که ایران خودش حکومت اما شمول نداره و حکومت ایران خودم قوانین تطبیق میکنه که افغانستان داره. مگم یک فرقی که داره ایران، در ایران بالای اولادش، اطفالش، خانما
نه در بیسی کار بندش است، نه در حیثی تعلیم و تربیه بندش است، نه در حیثی پانتون بندش است. یک کشور اسلامی است، تمام مسائل شرعی را تطبیق میکنه، در چوکات شریعت اجازه میده که بره تعلیم کند، اجازه میده که پانتون خوانده شو، اجازه میده که با حجاب بیاید در دفاتر کار کند. این یک فرق بزرگ است، این جهان میبینه، جهان کور نیست. ما در اینجا داریم قوانین را ساخته میریم که این تطابقت حتی ملت خوش نیست. تشکر. ملت میگه من مسلمان هستم و گپ ما چرا گوش نمیگیری؟ خود علما برش میگه که این خلاف چیزی. خیلی تشکر. اجازه بتن برمیگردم به شما آقای بطاقت. چگونه میتونه امارت اسلامی اعتماد جامعه جهانی مخصوصا از کشورهای منطقه را جلب کنه در حالی که میبینیم هنوز به برخی سیاستهای امارت اسلامی اینها انتقاد میکنه؟ کشورهای منطقه، کشورهای جهان در مجموع آنقدر تشنه افغانستان هستند، آنقدر تشنه هستند که با یک گپ کوچک یک مربی، یک وزیر یا یک از رهبران امارات وقتی که یک گپ میزنه چقدر تغییرات میاد در سیاست های کشورها. مثلا متقصب گفت چندی قبل پیش از چیز جلسه سازمان همکاری های شانگهای گفت ما امارات اسلامی علاقمند است که با روسیه روابط خوب داشته باشه، بله. و ما باید روابط حسنه داشته باشیم. روسیه تقریبا در سازمان همکاری های شانگهای از افغانستان آنقدر پشتیبانی کرد که طور وانمود میشد که گویا نماینده ما پوتین است. این یک گپ. دو روز پیش یا یک روز پیش وزیر صاحب داخل افغان، وزیر سرپرست وزیر صاحب داخل افغانستان سراج الدین حقانی ای در نیویورک تایمز یک مصاحبه داده و در این مصاحبه دو سه گپ مثبت زده، بله. که مکتبه دخترات برای دائم بند نخواهد بود و موقتی گپ است و میشه باز شود. ما روابط خود را با کشورهای جهان حسنه میسازیم، از افغانستان به کسی صدمه و ضرر نمیرسه، بله. آنقدر این چیز شد که شاید در بریکس هم یاد شده باشه که پلان وزیر چنین گپ زده. ما مقصد ما این است از این گپ که دنیا منطقه بخصوص منطقه تشنه یمی است که از افغانستان یک قدم های مثبت را ببینه، قدم های مثبت در شارای صلح، در شارای ترقی، در امنیت و در ثبات. یک گپی که مثلا مواد مخدر ما طرح داریم، ما خودم طرح دارم برای مواد مخدر، ما گمش میکنم در 3 ماه، اما برای کی بگویم؟ در رژیم قبلی امارات، رژیم قبلی امارات در یک روز، در یک امر امیر المومنین صفر شد، یعنی آلی هم میگه نزدیک به صفر است. آلی هست، آلی دیده میشه که مواد مخدر هست و شکایتش در منطقه و در دنیا بالاست و شاید و کمره های داشته باشه که همیه را ثبت میکنه و برای دنیا نشان میده، ولی تلاش هایی که امارات اسلامی میکنه به خاطر قل و قم مواد مخدر به چیز است، تقریبا بسانیست، بساری است به اصطلاح، بله. و حالا به خاطر از اینکه سیاست ها تغییر بکنه، سیاست های جامعه بین الملل میگن نیاز است که امارت اسلامی در رفتارش تغییر بیاره، در رفتارش در بود داخلی یا در نسبت به کشورها؟ در بود داخلی اگر تغییرات آمد، در نسبت به کشورها هم تغییراتی میاد. اگر ما جور باشیم، ما خود جور کنیم، اینجا امنیت میه، ثبات میه، همپذیری میه و یکی دیگر پذیری میه و جهان هم مطمئن میشه که در افغانستان خیر و خیرت است و دست میته و ما را میبره با خود و میریم با پیش. خیلی تشکر، ممنون. شما قای فاطمی فکر میکنین منافعشان را دنبال میکنه کشورها یا تشنه تغییرات در بود داخلی است که روی کردشان هم تغییر بده جهان؟ در این شکل نیست که هر کشور، هر سازمان، هر بلاک و هر قدرت در جهان پشت منافع خود است. از این خاطر شعار اول در روابط بین الدول که من حیث یک شاگرد شما میدونین اولین جمله را که برتان میگه منافع ملی
جزء اول سیاست خارجی کشور است. فلحاظ منافع ملی را اول در زیر بنیاد میگیرن، بعد شما تعامل میکنین. همی بریکس که جور شده، هر کس برای منافع ملی خود کار میکنه، میخواد از این همی سازمان برای خود منافع ملی بزنه، یک قدرت جور کنه تا از صدمه قدرت های بزرگ دیگه که در طول 40 50 سال به اینا صدمه رسانده از او نجات پیدا کنه. قبل از اینکه برنامه به اختتام برسه، یک نکته مهمی را که ما میخوایم اینجا به اشتراک بگذارم و ایده ای به قطعنامه آمده بود و بر ما بسیار بسیار عایز اهمیت است، چرا که در 30 سال زیر از این کلمه ما کوبیده شدیم، زده شدیم و جهان بر ما تعریف از او را نداد. و این بود که در این قطعنامه آمد که تقبیه تروریسم در هر نوع شکل و ابعاد آن و تاکید بر عدم وابسته کردن آن به یک دین، تابعیت، مدنیت و قومیت. این بسیار مهم است، چرا که شما میبینین اگه یک یهودی تروریسم کنه او تروریسم نیست، دیستی میگن مریض بود. اگه یک عیسوی تروریسم کنه، اگه یک هندو تروریسم کنه، او را تروریسم نمیگن. اگه یک مسلمان، یک انسانی که جوانی که اصلا نه نماز میخونه نه روزه، یعنی مسلمان عمل پیران نیست، اما از دست از او یک خطا صورت بگیره، دیست چی میگن؟ تروریست مسلمان. تشکر. مسلم چررست میگن. اینی چیزی برای من بسیار مهم است که اگه ای در جهان تعبیر شود و تعریف شوا و این سازمان را از ملل متحد خواست که برای از این مسئله باید چهار عباده که قومیت است، لسان است، منطقه است و خیلی تشکر حساب یک مردم است، او را باید اتهام زده نشه و این باید عمومی باشه که تو هر کس تروریست شده میتونه. تشکر. برای اوکراین تو فرصت ما تمام است. آقای فاطمی سپاسگزارم. آقای سعید بلال فاطمی، آگاه رابطه بین الملل، و آقای عبدالواحد طاقت، آگاه مسائل سیاسی و نظامی، از حضور دو مهمان گرامی، از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان فراخبر.